13 ماده غذایی برای حفظ سلامتی کبد. اگه میخواید از کبد خود و توانایی‌های سمزدایی اون حمایت کنید، در ادامه فهرستی از بهترین غذاهای پاک کننده کبد رو با هم مرور میکنیم. این غذاهای سالم به طور طبیعی پاک کننده هستند و از سلامتی شما حمایت میکنند. کبد واقع در زیر دنده ها در سمت راست بدن شما بزرگترین اندام جامد شماست. تمام خونی که از معده و روده شما خارج میشه از کبد شما عبور میکنه. در واقع در هر زمان حدود یک پیمانه از خون شما رو نگه میداره. سلولهای کبد شما که به عنوان سلولهای کبدی شناخته میشن، مواد مضر رو از خون شما در فرایندی به نام سمزدایی حذف میکنن. سپس این مواد زائد در ماده‌ای به نام صفرا از کبد خارج میشن و در نهایت از بدن شما دفع میشن. کبد نقش‌های مهم دیگه‌ای هم داره. غذا رو تجزیه میکنه و اون رو به انرژی تبدیل میکنه که بدن شما میتونه از اون استفاده کنه. کربوهیدرات‌ها به گلوکوز تجزیه میشن و سپس در کبد و ماهیچه‌ها به عنوان گلیکوژن ذخیره میشن. اگر بدن شما به سرعت به منبع انرژی نیاز داشته باشه، کبد شما به سرعت اون گلیکوژن ذخیره شده رو دوباره به گلوکوز تبدیل میکنه. کبد شما همچنین با تماس با سیستم ماکروفاژ از شما در برابر عفونت ها محافظت میکنه. این یک مکانیسم دفاعیه که هر باکتری رو که با اون روبرو میشه از بین میبره. تقریبا نیمی از ذخایر ماکروفاژ های بدن در کبد وجود داره. این سلول ها به عنوان سلول های کوپر شناخته میشن. و اما سایر عملکردهای کبد عبارتند از تنظیم لخته شدن خون، تولید کلسترول و پروتئین برای انتقال چربی در بدن، پردازش هموگلوبین که پروتئین های موجود در گلبول های قرمز خون هستند، و ذخیره پاک کردن رنگدانه زرد رنگ به نام بیلیروبین از گلبول‌های قرمز خون که تجمع بیلیروبین میتونه منجر به زرد شدن پوست و چشم بشه. و اما آیا کبد به پاکسازی نیاز داره؟ کبد به گونه‌ای طراحی شده که به طور طبیعی خودش رو پاکسازی میکنه. گاهی اوقات آسیب به کبد میتونه از انجام اون جلوگیری کنه، اما اون چیزی نیست که بتوان با پاکسازی اون رو برطرف کرد. آسیب کبدی نیاز به درمان پزشکی و تغییرات احتمالی در رژیم غذایی و سبک زندگی داره. مفهوم پاکسازی کبد بیشتر یک ترفند بازاریابیه که توسط شرکت‌های طراحی شده که میخوان محصولاتی رو بفروشن که به گفته اونها به سمزدایی کمک میکنه. این ایده که شما میتونید چیزی برای کمک به خونسا کردن آسیب ناشی از زیاده روی در خوردن الکل یا غذا وجود داره و میتونید بخورید وسوسه انگیزه، اما هیچ مدرک علمی برای تایید اون وجود نداره. با این حال مهمه که به طور مداوم از کبد مراقبت کنید تا بتونه کار خودش به درستی انجام بده، و میتونید با انتخاب غذاهای ذکر شده در ادامه از کار سمزدایی کبد حمایت کنید. این به معنای ورزش منظم، محدود کردن یا قطع میزان مصرف الکل و لذت بردن از یک رژیم غذایی سالمه با تمرکز بر غذاهای مغذی کامل که ترجیحاً ارگانیک هم هستند، و نوشیدن آب فراوان. میتونید تعداد سمومی رو که کبدتون مجبوره با اونها مقابله کنه کاهش بدید. شما ضمناً میتونید تغذیه مورد نیاز برای عملکرد مؤثر رو فراهم کنید. هرچه به طور کلی سالمتر باشید، به احتمال زیاد کبد و سیستم ایمنی سالمتری هم دارید. و اما نشانه های کندی کبد: وقتی سموم بیش از اون چی که باید در سیستم باقی میمونن، متابولیسم ما رو تحت تاثیر قرار میدن. افرادی که ممکنه عملکرد کند کبدی داشته باشن، در نتیجه طیف وسیعی از علائم رو تجربه میکنن که ممکنه شامل یکی از این موارد زیر باشه: نفخ و گاز، رفلاکس اسید، مشکل در کاهش وزن، نوسانات خلقی، خستگی، ولع قند، حرکات روده‌ای نامنظم، اشتهای ضعیف و کم، کبودی، خارش یا لکه‌های پوستی، احساس استرس یا استراب و بوی بد دهن. اگه نگرانید که این علائم در شما وجود داره، لطفاً با یه پزشک متخصص مشورت کنید. ممکنه برای بررسی نشانگرهای خونی سلامت کبد نیاز به آزمایش خون داشته باشید. و اما غذاهایی که کبد رو پاکسازی می‌کنن. خبر خوب اینه که غذاهای زیادی برای کبد مفیده و به عملکرد مؤثرتر اون کمک میکنه. سعی کنید تا جایی که ممکنه از گزینه‌های ارگانیک استفاده کنید، چرا که این کار قرار گرفتن شما در معرض آفتکش‌ها رو به حداقل میرسونه و از تجمع سموم یا زباله‌های سمی جلوگیری میکنه. شماره 1، سبزیجات چلیپایی. سبزیجات چلیپایی مثل کلم بروکلی، کلم بروکسل، کلم و گل کلم سرشار از فیبر و ترکیبات گیاهی مفیده. اینها شامل موادی هستند که میتونن سطح آنزیم‌های سمزدایی رو افزایش بدن و در نتیجه
بعضی از عملکرد کبد حمایت کنند. مطالعات روی حیوانات نشون داده که سبزیجات چلیپایی به جلوگیری از ابتلا به بیماری کبد چرب و تومورهای کبدی کمک میکنند. اگر سبزیجات چلیپایی باعث ایجاد احساس نفخ و گاز در شما میشن، سعی کنید از مکملهای پروبیوتیک برای بهبود هضم خودتون استفاده کنید یا غذاهای پروبیوتیک بیشتری مثل ماست مصرف کنید. شماره 2، چغندر. چغندر در میان فواید بسیاری که داره سرشار از رنگدانه های طبیعی به نام بتالینه. این آنتی اکسیدان های قوی در چغندر به تنظیم پاسخ التهابی بدن کمک میکنه و از ترمیم سلول های کبدی هم حمایت میکنه. مطالعات روی موش ها نشون داده که آب چغندر میتونه به سلول های کبد کمک کنه تا سموم رو به طور مؤثرتری از بدن دفع کنن. میتونید آب چغندر رو با استفاده از چغندر خام درست کنید و اگه از طعم خاکی اون خوشتون نمیاد میتونید بهش آب سیب یا یه مقداری زنجبیل اضافه کنید. و اما روش های دیگه‌ای هم برای لذت بردن از چغندر وجود داره، مثل بخار پز کردن، جوشاندن و یا تفت دادن اونها. حتما سبزی ها رو هم بخورید. در کنار چغندر از سبزی هایی مثل اسفناج استفاده کنید. میتونید اسفناج رو با کمی روغن زیتون و سیر تفت بدید و در کنار چغندر میل کنید. این یک راه عالی برای به دست آوردن تمام مزایای این سبزی های سالمه. سلام، به تندرست آنلاین خوش اومدین. در این کانال من به بررسی موضوعات مختلفی در زمینه سلامتی و تندرستی میپردازم که به شما کمک میکنه تا سبک زندگی سالم و بهتری داشته باشید و با شما موضوعاتی رو به اشتراک میذارم که چگونه میتونید با تغییر رفتارهای خودتون بهبود وضعیت سلامتی خودتون رو تجربه کنید. از طریق ویدیوهای من میتونید با روشهای جدید و مفید برای سلامتی آشنا شید و از اونها بهره ببرید. ضمناً این ویدیو از مقاله های دارای نمایه ISI تهیه شده و توی سایت مؤسسه ملی سلامت ایالات متحده آمریکا NCBI قابل مشاهده است. در ادامه میتونید برای عمق دهی به دانشتون از اونها بهره بگیرید. مرکباتی مثل پرتقال، لیمو، لیمو ترش و گریپ فروت حاوی ترکیب شیمیایی در پوست خودشون هستند که دیلیمونونس نامیده میشن. این ترکیب در مرکبات به معکوس کردن برخی از آسیب‌های کبدی ناشی از بیماری کبد چرب غیر الکلی کمک میکنه. شما میتونید با اضافه کردن پوست مرکبات یا با نوشیدن آب میوه‌ها مقدار دیلیمونونس مصرفی خودتون رو افزایش بدید. و البته مرکبات سرشار از ویتامین C هستند. اونها التهاب رو کاهش میدن و سلول های کبدی در برابر آسیب محافظت میکنن. گریپ فروت منبع خوبی از این مواد مغذیه. بنابراین سعی کنید آب گریپ فروت بنوشید یا از تکه های گریپ فروت در سالات لذت ببرید. شماره 4، قهوه. یکی از بهترین راه ها برای حمایت از سلامت کبد نوشیدن حداقل یک فنجان قهوه در روزه. تحقیقات نشون میده که قهوه میتونه در برابر نوعی سرطان کبد ازتون محافظت کنه و خطر سیروز رو در افراد مبتلا به بیماری کبد کاهش بده. محققان فکر میکنن که این به این دلیله که قهوه از تجمع چربی و کلاژن جلوگیری میکنه. در واقع محققان اونقدر تحت تأثیر مفید بودن قهوه در حمایت از کبد هستن که از اون به عنوان دانه جادویی برای بیماری‌های کبد یاد میکنن. شماره 5، سیر. سیر منبع غنی از آنتی اکسیدانه و نشون داده که از کبد در برابر آسیب‌های مرتبط با بیماری کبد الکلی محافظت می‌کنه. آنتی اکسیدان‌های قوی به کاهش رادیکال‌های آزاد کمک می‌کنن. خوردن سیر خام 7 بار در هفته می‌تونه به طور قابل توجهی خطر ابتلا به بیماری‌های کبد چرب رو کاهش بده. خوردن سیر خام حداقل 2 بار در هفته هم می‌تونه از سرطان کبد شما رو محافظت کنه. سعی کنید یک حبه سیر خام خرد کنید و با سالادتون اون رو میل کنید یا اون رو با کره ترکیب کنید و روی نون توستتون بمالید. اگه فکر میکنید که دهنتون با بوی سیر مشکل پیدا میکنه، میتونید با جویدن خوشبوکننده های طبیعی مثل جعفری یا نعنا به این موضوع کمک کنید. و شماره 6، ماهی چرب. ماهی های چربی مثل سالمون، ساردین منبعی عالی از اسیدهای چرب اومگا 3 هستند. محققان دریافتند که خوردن این ماهی تعادل سالم چربی ها رو در کبد حفظ میکنه و در نتیجه سطح کلسترول خوب HDL و سطح چربی کبد رو کاهش میده. همچنین میتونید اسیدهای چرب رو از منابع گیاهی مثل گردو یا دانه کتان تهیه کنید. شماره 7، سبزی های برگدار، به خصوص اسفناج. سبزی های برگداری مثل اسفناج و کلمپیچ همگی سرشار از
CHL گیاهی هن. خوردن سبزیجات میتونه به کاهش بار سمی بدن و حمایت از کبد شما کمک کنه. ریشه و برگهای قاصدک هم به ویژه برای دفع سموم بدن مفیده. پس چرا چای ریشه قاصدک رو امتحان نکنیم؟ شماره 8، روغن زیتون. فواید روغن زیتون برای سلامت قلب مدت هاست که شناخته شده است و تحقیقات نشون داده که میتونه برای کبد هم مفید باشه. روغن زیتون برای مبتلایان به بیماری کبد چرب غیر الکلی هم مفیده و منجر به سطوح سالمتر آنزیم‌های کبدی و تجمع کمتر چربی میشه. تحقیقات جداگانه نشون داده که مصرف روغن زیتون میتونه التهاب کبد رو هم کاهش بده. از روغن زیتون به عنوان روغن مکمل روی سالاد یا برای تهیه سس‌هاتون استفاده کنید. همچنین میتونید از اون به عنوان جایگزینی برای کره در بسیاری از دستورالعمل‌های پخت و پز استفاده کنید. شماره 9، زردچوبه. زردچوبه سالهاست که در طب آیوروودا برای درمان طیف وسیعی از بیماری‌ها استفاده میشه. مطالعات فراوانی فواید اونو تایید کردن. یکی از اونها اینه که میتونه به پیشگیری از بیماری کبد کمک کنه. فراهمی زیستی زردچوبه بسیار کمه، به این معنی که ما مقدار زیادی از خوردن اون رو جذب نمی‌کنیم. در یک مطالعه مشخص شد که مصرف مکمل یا عصاره زردچوبه میتونه برای افراد مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی مفید باشه. کرکمین موجود در زردچوبه همچنین میتونه به کنترل التهاب کمک کنه و به طور بالقوه در برابر آسیب‌های مزمن دراز مدت از کبد محافظت کنه. در تحقیقاتی جداگانه هم نشون داده شده که زردچوبه میتونه تولید صفرا در کبد رو هم تحریک کنه. شماره 10، سیب. آزمایشات حیوانی نشون دادن که پلیفنول یا آنتی اکسیدان سیب میتونه به کاهش میزان چربی رسوب شده در بافت‌های کبد کمک کنه. یک مطالعه جداگانه نتایج مشابهی رو به همراه داشت. کاهش میزان چربی ذخیره شده میتونه به محافظت در برابر بیماری‌های کبدی کمک کنه. شماره 11، چای سبز. اعتقاد بر اینه که چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان هاست و طیف گسترده ای از مزایای سلامتی رو داره. بنابراین خوبه بدونید که نوشیدن اون میتونه از کبد شما حمایت کنه. در یک مطالعه نشون داده شد که میتونه به پیشگیری از بیماری کبد کمک کنه، اگرچه بهترین نتایج در مصرف بیش از 10 فنجان در روز مشاهده شد. همچنین شواهدی وجود داره که نشون میده چای سبز میتونه به محافظت در برابر سرطان کبد و کاهش میزان چربی رسوب شده در سلول‌های کبد کمک کنه. ضمناً اگه از طعم گس چای سبز خوشتون نمیاد، میتونید به اون آب لیمو یا یک شیرین کننده طبیعی مثل عسل اضافه کنید. ضمناً ممکنه دوست داشته باشید ادویه‌های مورد علاقتون رو هم مثل زنجبیل، هل یا دارچین رو بهش اضافه کنید. شماره 12، گردو. گردو نه تنها منبع خوبی از اسیدهای چربه، بلکه حاوی آنتی اکسیدان بالایی هم هست و ثابت شده که برای مبتلایان به بیماری کبد چرب غیر الکلی مفیده. این به این دلیله که گردو میتونه میزان چربی ذخیره شده در بافت‌های کبد رو کاهش بده. میتونید یک مشت آجیل رو به عنوان یک میان وعده سالم میل کنید. آجیل بخش بزرگی از رژیم غذایی ماست. شماره 13، مارچوبه. از بین همه میوه‌ها و سبزیجات، مارچوبه یکی از بهترین منابع آنتی اکسیدان گلوتاتیونه، البته به شرطی که بتونید مارچوبه پیدا کنید و بخرید. تحقیقات نشون داده که گلوتاتیون در درمان بیماری‌های کبد چرب مزمن مفیده، اگرچه در دوزهای بالا به جای غذا به صورت داخل وریدی داده میشه. با این وجود، مارچوبه گزینه خوبی برای حمایت از کبد و توانایی اون در تجزیه سموم. اون رو به یک درمان محبوب تبدیل می‌کنه. مارچوبه به سرعت پخته میشه و میشه اون رو به روش‌های مختلفی تهیه کرد. سعی کنید اون رو با کمی روغن زیتون تف بدید تا یک غذای جانبی مناسب برای کبد تهیه بشه. و اما سخن آخر، کبد شما یک اندام فوق‌العاده حیاتیه. سموم رو از بدنتون دفع میکنه و خونتون رو تمیز میکنه و غذاهایی که میخورید رو به انرژی تبدیل میکنه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوال یا نظری داشتید حتما با من در ارتباط باشید. مراقب خودتون باشید و به سلامتی خودتون اهمیت بدید.